سلام بیننده عزیز، به برنامه نوازش خوش آمدید. با امید صحت و سلامتی شما ایبار مستقیم آمدیم امروی دوسک ما در فروشگاه. شما خوب هستین؟ آره. نام دوست ما چی است؟ عزت الله جان است. نام خدا بسیار با جرأت هستن. ما آمدیم در قسمت کوتی سنگی، یک مارکت است به نام الکوزای مارکت میگن و جای بسیار خاص است. ما بسیار خوشم آمد از اینکه جای آمدیم که همش بر اطفال است و بر اطفال کار میکنن. لباس، سامان بازی، بود، چبلی، هر چی که باشه، هر چی که شما نیاز داشته باشین اینجا میتونین پیدا بکنین. و ما آمدیم در نمیفهم کدام منزل است، دکان به نام آرزوی کودک یا شهر کودک میگن. اینجا آمدیم، فروشگاه بسیار خوب است. خب به خاطر اینجا آمدیم که دوست ما آنچه که دلش است دوست داره بپوشه، به دل خودش انتخاب بکنه و بعد از او ای بار خواستیم که هیچ جایی نریم، فقط یک جای خاص بریم. نام خدا، نام خدا، تبریک باشه. تبریک باشه. به تپ دلت است؟ بله. باش که بنده ببینه. اوکی؟ یک تیم بده سر بنده. خب، موسی جان از خودت زیاد تشکر. باز هم میخواییم، چون بار اول است در اولین برنامه، به خاطر چی اینجا انتخاب کردم؟ چرا که وقتی که داخل شدم هیچ لباسی بجز از لباس کودک دیگه لباس نیست. یک تشکری که ازشان؟ تشکر. پیسی شما بده. نه پیسی شما بده. نه. ایره خدر مرد است که پیسی شما بده. شما زنده باشم. تشکر. باجز استم. بریم بخیر.
خب از این برنامه ما این بار خواستیم که این جای داره فقط یک جای بیاییم که او جای بسیار خوب است. خواستیم که دور از سر و صدای شهر شویم و یکمک آرامش احساس کنیم و آرامش اختیار بکنیم. این که کجا هست اینجا؟ شما شاید بفهمین که اینجا کجا هست. همیتون آمدین در روزای جمعه شکر میین اینجا برای میله بند قرقه هست و به این خاطر آمدیم که امرای عزت الله جان یک چند دقیقه از زندگی خود برای ما بگویه و درد دل کنیم یکمک آنچه که دوست داره به خاطر آینده خود، حرفایی که در دلش تا هنوز به کسی نگفته برای ما قصه بکنم. ببینیم که اینا قصه میکنن نمیکنن. چطور عزت الله جان؟ ها؟ یکمک بلند گپ بزن. اینجا را کدام دفعه آمدی؟ در اینجا چکر زدن آمدی در بند قرقه؟ نه ولی دیگه نامدیم. بار اولت هسته؟ آه. پدر چی کار میکنه؟ بیادر کلان داری نداری؟ نه بیادر کلان خود ندارم. پدر ما فروش تکه. تکه فروشی میکنه؟ آه. چه قسم در کجا؟ اینده بی جلیس و میدان. چی رقم بود؟ در پشت هسته. خود در کلان داره. خود میبره؟ یا. چی را چی جور کسی کلان و چی همی؟ به چادر کلان در انداخته بود. در من چادر کلان در پشت خود میگیره میبره؟ خود. تکه. بیادر کلان نداری؟ نه. بیادر... خود چی کار میکنی؟ ما؟ ساجق سازا میکنم، پلاستیک سازا میکنم، هر چی که شد. چقدر میشه که تو دیگه کار میکنی؟ زیاد وقت میشه دیگه، قطعا دیگه این دو سال میشه. دو سال میشه که خود ساجق فروشی و پلاستیک فروشی میکنی شد. درس کنه میخوانی؟ درس... میخوانم نمیگه. خب درس میخوانی. در روی سرک گرمی هست، خاک هست، موتر هست، نفر هست، جنگ میکنین. اونجا خوب است یا اینجا؟ اینجا. به خاطر کار نه، به خاطر اینکه یک به خاطر بیکاری ها، به خاطر میلا چکر ها. اینجا خوب است، یه چیز نیست، باید میلا خوب سی هوای. خیلی آبوزی یاد داری؟ نه. اگر یاد داری بیا از اینجا خودم میپردیم. نه من یاد ندارم. از سر تپا میندازیم راز دبای نه اومیم. نه. ها؟ سر نزدیک هست میبینی؟ یاد ندارم. یاد نداری؟ میریم نزدیک، میبینیم بند قرقه را بیشتر آشنا میشیم و ببینیم که دیگه از چی گپا خواهد بود. سایست؟ سایست. بری بری. ترس نخوردی تو؟ نه. یکم اکتیم رو بسیار ترس کردم بخاطر از اینکه اولین بارم است که به همچه گاز بالا شدیم و بسیار وحشتناک بود.
میترسم از اینکه مرا اسب پایین نپرته و نمیخوایم که بدوانه میشه. با او خاطر تو باش که آفرین 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 آفرین. خو خو چطور بود؟ بیا ما خودت یک اسبانی نکنیم، اسب پیشکان میکنیم. هر کسی که پیش شد اسب از امو سیست. خو خو خب اصای برنامه همه قسمی که یک فرهنگ یا بگویم یک سپورت، یک ورزشی که به نام بزکشی هست در افغانستان و قهرمانی یک بزکش نشان میده زمانی که او برنده میشه، من آرزوی را دارم که روز اطفالی که روی سرک کار میکنه، اطفالی که دست به کارهای شاقه دارن، همیشان قهرمان باشن و همیشان قهرمان افغانستان باشن، سرنوشت افغانستان بسازه و از روی سرک کاروبار خود ایلا بکنند و به طرف علم و فرهنگ و آموزش و پرورش سالم رو بیارن. به این خاطر دیگه به امیدی که عزت الله جان یک روز شد که قهرمان بسیار خوب باشه. اما تو نیست، تنها قهرمانی بریزی نیست که ما از دانی بکنیم و بگیم قهرمان است. قهرمانی هست هر لحاظ، همی که تو نیستی در زندگی با اونچه که دوست داری هدفت است برسی، اونم خودش قهرمانی است. چطور؟ کی قهرمان است؟ بگو بگو. ما آب و هوای بسیار لذت بخش است و خیلی که یک دوست دیگه دست. عزت الله جان، خودت داینده چی میخوایی که مکتب خلاص کنی و خیر چی میخوایی شوی؟ یک انجینر. کشتران شوی، یعنی قسم در قایق بالا شوی، در کشتی های کلان کلان باربری چی میخوایی شوی؟ انجینر. انجینر؟ انجینر چی؟ انجینر زیمی مکتب. انجینر چی؟ مکتب. مکتب؟ خب ایتو بگو که انجینر ساختمانی خانه جور کنی چه قسم؟ آیسا آیسا یکمک آیسا آیسا چه قسم؟ خانه جور کنی. خب انجینر ساختمانی میخوای شایی؟ خب با امیدی که خودت به موفقیت برسی و باش که یکمک ایسا دارو بخورم. نظر به تقاضای خود عزت الله جان که اونا خواستن که باید به قرغه یک بار بریم به خاطر تفریح و نامش شنیده بودن اما ندیده بودن که قرغه چه قسم یک جای است. حالا دیگه خود دیدی که قرغه چه قسم یک جای است. اما متوجه باشین شما کسایی که میبینین برنامه را، خصوصا اطفال، وقتی که قرغه میبینین از همه چیز باید متوجه باشین و با خبر باشین که خدا نکنه خصوصا لب بند وقتی که میرین داخل او نشین، خدا نکنه اوگار نشین، نفتین، غرق نشین. به او خاطر دیگه ما که اینجا بالا شدیم به خاطر که محفوظ هستیم و این کشتی که شما میبینین بسیار خوب است و او قدر خطرناک نیست. بس بس طفلی که در روی سرک کار میکنه با هزارها فکر روان است و مصرف کار است و بسیاریشان جنگ هم میکنن در روی سرک و بسیاریشان کینه میگیرن، کدورت میگیرن. میخواییم که اینمو فکر خیالی که در روح و ذهنشان است کاملا شستشو بکنیم، بتونیم یک راه نوی زندگی را برشان نشان بدیم تا اینکه اونا بتونن به اون مسیر حرکت بکنن و یک زندگی خوب را پیش روی داشته باشن. اما این به یک برنامه ختم نمیشه، به یک برنامه همه چیز تکمیل نمیشه. باید که شروع را ما میکنیم و طفل که همراه ما میشه در همسفر نوازش میباشن، اونا کوشش بکنن که تصمیم جدی بگیرن بعد از او هم همیشه و همه قسم زندگی خود ادامه بدن. خوب است که کار هم بکنن بسیار اندک اما درس خود هم بخونن. چطور؟
مثل که خودت گفتی انجینر میشی. درست خدا بخوانم. این حال قبل گفتی که بخوای انجینر میشی. خب دیگه کدام گفتی دیگه نداری؟ دوستای عزیز اگر شما هم خواسته باشین، خصوصا اطفالی که روی سرک کار میکنن، میتونید که در برنامه اشتراک بکنین، هم سفر نوازش ما باشین، ما در خدمت هستیم و چیزی که در توان برنامه هست میتونیم که برای شما هم همکاری بکنیم. شماره تماسی که روی صفحه تلویزیون تون نشون میشه میتونید که تماس بگیرین و ان شاء الله ما در خدمت هستیم. تا برنامه بعد و هفته آینده شما رو به الله پاک بنیاز میسپارم. خداوند یار و مددگارتان. با هم یک جا خدافظی میکنیم.